به برنامه نان و گل سرخ خوش اومدید. سلام به همگی، من مریم نمازی ام. من فریبرز پویا هستم. متاسفیم که چند هفته است برنامه نداشتیم، واقعا معذرت میخوایم. مسافرت داشتیم به چند جا، ولی اخیرا هم از سلیمانی کردستان برگشتم و یه پاره از قلبم اونجا جا گذاشتم. واقعا خیلی جای خوبی بود و بعدا در این برنامه باهاتون در این رابطه صحبت خواهیم کرد. اخبار هفتمون در رابطه با حملات واقعا فجیع تروریستی در منچستر و در شهرهای دیگه مصر و اندونزی و افغانستان خواهد بود. مصاحبه این هفته ما با بسم و حبیب از یکی از سازماندهان و شرکت کنندگان در اولین کنگره فمینیسم روشنگر در کردستان سلیمانیه. فتوای احمقانه این هفته از مصر و اینکه کسایی که فتواهای غیر رسمی منتشر میکنن باید تنبیه بشن. دنیای عجیب غریب فتوا. خیلی عجیب غریب. و لحظه زیبای زندگیمون از یک پناهنده ایرانیه که یک مسابقه که التن جان برگزار کرده بود شرکت کرد و برد و ویدیویی درست کرد برای یکی از آهنگای التن جان که ربطش داد به وضعیت پناهجویان دنیا. واقعا ویدیوی جالبیه، با ما باشید، جایی نرید. هفته گذشته میدونیم که حملات تروریستی واقعا فجیحی صورت گرفته در منچستر به کنسرتی که اکثرا جوونا بودن، دخترا بودن. در اندونزی، در مصر یک اتوبوسی از مسیحیان کوپت و در خود افغانستان هم این چند روزه همین جوری پشت سر هم حملات تروریستی بوده و ما میدونیم که این الان یه جزی از واقعیت زندگی همه مردم در همه جای دنیاست. این مشکلیه که جامعه دنیا باش روبرو هست و یکی از خصوصیات این اتفاق اینه که کسایی که این کار دارن میکنن همشون جز جریانات سازمان یافته هستن. اینا یه کسی نیست که مثلا نگران شده و ازش خیلی خراب شده، مشکل روحی داشته، رفته این کارو کرده. نه، اینا جز افرادی هستن، جز سازمانی هستن، اسلامی هستن، تمام نیروهای امنیتی اینا رو میشناسن، جز لیستشون هستن و دارن این کارو دارن میکنن. و یکی از کارهایی کرد که همه باید کمک بکنن که این سازمانهای اسلامی در واقع نابود بشن. ولی تنها جنگ نظامی با اینا نمیشه کرد. زمینه به وجود آمدن اینا هر روز در مساجد، در مکانهای اسلامی، در جریانات اسلامی و سازمان اسلامی داره در واقع تولید میشه و باز تولید میشه. و میشه، واقعا میشه که با هر دو جنگید، هم با ایدئولوژی، هم با خود اسلام و مذهب به عنوان و نقش مخربش توی جامعه، و هم با اسلام سیاسی به طور واقعا نظامی میشه گفت. ولی یه چیزی که واقعیت داره این امکان پذیره. من الان اخیرا از سلیمانیه کردستان برگشتم. اونجا خب یه ور سلیمانیه جمهوری اسلامی ایرانه، نزدیکیشون داعشه که داره زندگی مردم رو هر روز سیاه میکنه، ولی مردمی هستن توی سلیمانی و کردستان که دارن می جنگن برای سکولاریزم، برای رهایی زن و آزادی زن و مرد، برابری مرد و زن. و این امکان پذیره، میشه در چندین سطوح جنگید. و فکر میکنم که یه چیز مهم دیگه هم اینه که این حمله به حق و حقوق عقاید مذهبی افراد نیست. اتفاقا دبران یه شعار خیلی جالبی داره، میگه که مذهب برای فرد، دموکراسی برای کل جامعه. و میشه گفت که واقعا این سکولاریسم، من شعارم این میتونه باشه که مذهب برای فرد، سکولاریسم برای همه. دقیقا. و یکی از مسائلی رو که میبینیم که سیاستمداران و کسایی که توی رأس قدرت هستن در اروپا و آمریکا توانایی جنگ با جریانات اسلامی رو در حقیقت ندارن، بخاطر اینکه هر روز که میبینی از یه طرف میخوان شکل نظامی جلوی اینا رو بگیرن، توی حیات خلوتشون کسی کار نظامی نکنه، ولی در این حال دارن تمام این ساختمان اسلام رو دارن همش محکم کاری میکنن. همین دیروز ماه رمضان شروع شده،
تمام رهبرای احزاب سیاسی مختلف تو انگلیس چپ و راست دارن رو هم راه میرن که تبریک بگن رمضان رو که یک ماه صلح و تفاهم. نه، رمضان ماه سیاهیه که در واقع جدایی جامعه رو تبلیغ میکنه، حق انسانها رو برای زنده بودن رو داره ازشون میگیره، در واقع دست سعی میکنه کنترل جامعه رو کنه و در واقع شرایط رو به وجود میاره که همین جنایت اسلامی توش رشد میکنن. برای جلوی جنایت اسلامی رو گرفتن نه تنها شکل نظامی باید جلوی اینا رو گرفت، بلکه باید اون سازمان و ساختمان ای رو که هر روز داره تولید و واسطه میشه تو جامعه از کانالای مساجد و غیره رو باید تحت فشار قرار گذاشت، ایدئولوژیکی رو بهش حمله کرد. اسلام مشکل داره، اسلام یک مثل تمام مذاهب یک جریان یا یک فکر و یک ایدئولوژی که زندگی انسان رو سیاه میکنه، نتیجه نهاییش هم به این شکل خودشون نشون میده. به همین خاطر باید با اسلام جنگید، باید با سازمانهاش جنگید، باید اون شرایطی رو که زنا و منا رو جدا میکنه از هم جنگید، حقوق زنا رو باید دفاع کرد و در این حال دقیقاً جنگ چند جانبه از جنبه‌های مختلف، ولی جنگ با اسلام، جنگ با اسلام سیاسی و در این حال دفاع از حق و حقوق شهروندی انسان ها که هرچی که دوست دارن باور کنن، برابری زن و مرد و اهمیت سکولاریسم، جدایی مذهب از دولت برای به عنوان یک پیش شرط برای بهبود زندگی آدم ها در هر جامعه. من هفته گذشته در سلیمانی کردستان بودم و برای شرکت و سخنرانی در سومین کنگره پلتفرم دابران و اولین کنگره فمینیسم روشنگرا اونجا رفته بودم برای شرکت در اونجا. و واقعا چیزی که برای من خیلی جالب بود و امید بخش بود این بود که صدها نفر اومده بودن اونجا و داشتن از سکولاریزم، از رهایی زن و برابری زن و مرد صحبت میکردن. و این چیزی که ما همیشه در این برنامه و توی موقعیت‌های مختلف گفتیم که خاورمیانه و شمال آفریقا در واقع پر از جنب جوش و مبارزه بر علیه جنایت اسلامی و برای دفاع از سکولاریسم و حقوق زنانه و اهمیت داره که اینا به هم وصل هستن اونجا و اینو به دنیا نشون بدیم، به دنیا وصل بکنیم و همه ببینن که جوهر مبارزه برای یک جامعه انسانی از دفاع از سکولاریسم، از دفاع از حقوق زنان میگذره و به هم ربط داره. و به خصوص میبینیم که توی مثلا کردستان عراق بالاخره داعش نزدیک، جمهوری اسلامی نزدیک، تروریسم یه واقعیت زندگی مردمه، ولی در این حال مردم دارن تلاش میکنن برای یه دنیای دیگه ای و پافشاری میکنن براش، دارن تلاش میکنن و به نظرم خیلی مهمه که هم یاد بگیریم از اون تلاشا و هم همبستگی خودمون رو به اون واقعا جنبش خیلی مهم رهایی زن همبستگی خودمون رو نشون بدیم. دقیقاً. و اینکه شرایط جنگی هست و خیلی با فاصله خیلی کمی جنگ هست با داعش، از طرف نیروهای جمهوری اسلامی هستن، اینا هیچ کدوم در واقع قضیه حقوق انسانی، حقوق زنان، سکولاریسم زیر سوال نمیبره و در واقع اهمیتش رو بیشتر میکنه. در واقع حتی تو شرایط جنگی یک باید از این حقوق، از این خواستها دفاع کرد و برای تثبیتشون جنگید. الان با بسمه حبیب مصاحبه داریم، ایشون یکی از سازمان دهندگان این کنفرانس فمینیسم، کنگره فمینیسم رهایی بخش بودن و خب یه چیز جالبی که اونجا صورت گرفت یه بحث خیلی شدید در رابطه با فمینیسم اسلامی و اینکه آیا این یه راه حله و فکر کنم واقعیتش این بود که اکثر کنگره به این پافشاری داشتن که باید جامعه سکولار باشه تا اینکه بشه از حقوق زن دفاع کرد و فمینیسم اسلامی راه و چاره ای نیست. با ما باشید. Basma Habib, thank you for doing an interview. I wanted to ask you why you're holding the first feminist enlightenment congress here in Soleimaniye. Yes. Thank you very much for your interview. Actually, we here in Soleimaniye, which is part of Kurdistan, north of Iraq, here women's here facing too many challenges. We have too many women's organization NGOs, but unfortunately they couldn't find a solution for what women's facing here.
We thought, of course, after many meetings with activist women, we find out that we need to change the human's metal here. We have to work on the thought, on the ideas, not what we are saying, that the way of organization that working right now. For example, most of their work is focused on the result, not the reasons. For example, once a woman got killed, they just go on the street shouting, doing some advocacies, but after a few days, there's another things happen, they forget what they were working on. So we try to work on the reasons why every day we have a woman's killed because of the honor. Why women cannot get her right of political participations and economic, all the sectors. So we have to work on the our challenge is to change the way of thinking of the people here. And of course, that when I say people, I mean women and men as well. Why have you used the term enlightenment? Sorry? Why have you used the term enlightenment? Yes, of course, too many people ask us about that. I think it's very important because our society here is different. It's a special society. We are a mix of religious and some people that special ideology. We have cultures, different culture that in the other part of the earth. So we try to use or get advantage of other people's experience, but at the same time it's very important to try to make it fit to our reality here. So that's why enlightenment is very important here, because people here are they have closed mind. We have to open their mind, open their way of thinking, especially about the religion and about the culture. So we have, you know, people here, like for example, in this city, you will see most of the people, they have open mind. That's what we see. It's a short face. But inside, most of us, they are still belong to our ideas, to our religions. So we have to work on this to make changes. Do you have a lot of support for what you're trying to do? Till that moment, no. It's support. We are just volunteers. Most of the people that working of us, they believe of this idea. They are working very hard. Till now, we don't have support people. We try. Today, we will establish our feminism. After that, we will work hard to get some support from other people, maybe from businessmen, businesswomen, that they believe of our idea and all of us. What I mean is, you know, public support. How do people understand your message? Are they happy to have such an important message? I think, I believe, like last year in the second conference of platform of Dabran, I had a research about women's rights in Islam, and it was like a bombing. Nobody could believe that there's a woman talking about Quran and trying to interpret the text that in the Quran. But I find now it's better. Like when I saw the women giving presentation and talking, I thought there's a good hope, and I believe each year we will have more women with us. And I think even the public, you know, it's a long way, but we are trying step by step to do the changing. I mean, also there's the question of Daesh and the insecurity that could possibly ensue. How does that put women's rights? Does that sometimes put women's rights in the back seat? I don't look at it this way. Actually, I believe Daesh, it had a positive
point for women's rights, because people knew how those groups are thinking. Before, they couldn't imagine it, especially for Arab Sunnah in Iraq, they couldn't imagine it that bad they are. But after they experienced being with them, and they saw all those crimes that they are doing it, so I think now it was a good point for us. We have to use it. We have to get advantage from what the Daesh done. For women, I think it was a positive point, not a negative at all. And what about secularism? How important do you think that is, secularism? Because that's something you're promoting quite a lot. Of course, secularism, I think it's a first step to do the changing is here. But as I say, we choose a long and hard way, and we are trying to do it step by step, but because it's not easy. We have to start from their belief. I tried, for example, today my presentation, it will be about the Quran itself, women's right at Quran. So we have to start from what you believe and try to let you believe understand my point. So I think it's a long way, but we have to start it step by step and in a soft way, not the way that, because people will not accept it. Final question, what can people abroad do to support this great movement here in Kurdistan? People outside, what can they do to support your movement? Of course, we need support from everyone. We need financial support. We need other supports, like, for example, we have too many women outside of Kurdistan. We need them to come and serve us voluntarily, because we work for more than a year voluntarily. We need other people to believe that and work with us, because without changing of women's situation, we cannot change anything, even politic, everything. I believe it's belong to women's situation. We have to start from the women, and then we can do the change in the other parts. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you. کمیته امور مذهبی دولت مصر، پارلمانش، یک لایحه پیشنهادی آورده که فتواهایی که غیر رسمیان قدغنن و کسایی که این فتوا رو میگن اینا باید یا زندانی بشن برای 6 ماه یا جریمه بشن. فتوا مانه منه تو حق نداری انجام بدی. اینا دارن با هم سر اینکه کی فتوا میتونه قانونن اجرا بکنه دارن دعوا میکنن. این وسط مشکلی نیست که کی فتوا چیز میکنه، فتوا رسمی غیر رسمی. آقا هر دو تاش فتوا نمیخوایم، بی خودن دست از سر مردم بردارین. غیر قانونی قانونی فتوا احمقانه است، دست بردارین دیگه، بس دیگه، ول کنین بابا. مجید آدین یک پناهنده ایرانیه که در سال گذشته از جنگل کاله به انگلیس اومده و ایشون برنده یه مسابقه شده که التن جان برگزار کرده، برای اینکه میخواسته ویدیوهایی درست بشه از آهنگای قدیمیش که ویدیو نداشته، و این آهنگ راکت من بوده که مجید برنده شده که ویدیو رو درست کنه. انیمیشن درست کردم، مجید خودش فیلم ساز بوده در ایران و از اون تجربه زندگی قدیمیش رو کنار گذاشتن تلاش کردن به یه جای جدید برسه و یه پروسه خطرناکی رو که در واقع گذشته تا به لندن رسیده رو این رو قاطی کرده با ایده راکتمن و برنده شده و اون در واقع توجه اون پنلی رو که تصمیم گرفتن رو جلب کرده و یکی از موفق ترین کارهای اخیر التون جان. خیلی جالبه. و چیزی که گفته بود اینه که موشک فقط موشک نیست، میتونه لاری کامیون باشه، میتونه هواپیما باشه، میشه قطار باشه، و مارس فقط مارس نیست، لندن هم میتونه باشه. یعنی نشون میده که برای پناهنده اومدن به یه جایی فرار و اون امید برای دنیا و زندگی دیگه. آره، خیلی زیباست، خیلی قشنگ. ما سعی میکنیم یه بخشی از این رو برای شما نشون بدیم و لینکش رو توی برنامه بذاریم که ببینین. این ما رو میاره به پایان برنامه این هفتهمون. امیدوارم که از برنامه هفته خوشتون اومده باشه. از طرف من و
مریم نمازی تو هفته آینده. Goodbye. Bye. Hi, I'm Mariam Namazi. And I'm Faribos Puya. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to our year's anniversary. And yeah, we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo-breaking, free-thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt. And that's why you need to support us. We are and the alternative voice in Middle East and North Africa. Of corruption and immorality. So do support us. Here's a short video from Patreon that explains how you can help us with even just $1 a week. That's nothing. Support us. Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.